بچه ها میگن از این آهنگ تولدها دیگه خسته شدیم. خیلی خب خسته نباشین، بیا اینم یه آهنگ جدید. آماده؟ چند سال پیشم این امروز دنیا داد یه فرشته برون، زلاحی که قربونش برم میشد و خوش باشه هر روز. چند سال پیشم این امروز دنیا داد یه فرشته برون، زلاحی که قربونش برم میشد و خوش باشه هر روز. سلام. خیلی مخلصم. بذاری من خودم این شروع رو انجام بدم. به نام خدا سلام، رامبد جوان هستم در شبکه نسیم، اینجا خندوان است. عیدتون مبارک. عیدتون مبارک. تولد امام رضا که بهترین سلامهای خدا بر او باد، تبریک میگم به همتون، به همه مردم عزیز ایران. و تولد خندوانه هم هست، این خیلی جذابه. خیلی مبارک باشه، خیلی خوشحالیم 8 ساله شدیم در کنار شما و این افتخار بزرگی برای همه خانواده خندوانه که شما انقدر محبت داشتید، دستشو گرفتید، راش بردید و به امروز رسیده. جناب خان قشنگم، سلام، چاکرم، ردیفی، قربونه، سلام. 8 ساله شد این دیگه. آره عزیزم، کلاس دومین؟ بله دیگه، رفتیم دوم، کلاس دومین. یادت رامبو 2 ساله بود؟ آخ یادت تو جاش چیز میکرد شما؟ آره یادت. آره یادت. خیلی قشنگه. خب پس حالا که دیگه الان میتونیم دوباره جشنمون رو شروع کنیم، همه آمادن؟ همه آمادن؟ یه کارهایی باید بکنین. آماده. سلاح رو به دست بگیرید. جناب خان تو هم آماده ای؟ صورت بگو اون بله معروف تو بگو. بله. آجا آقا چه قشنگ میخنده، کارمونت برم بای موهای جو گندمیت. میخوامد آج آقا. خب اگه اجازه بدید من اینه به نمایندگی همه فوت میکنم. آرزو میکنم، دعا میکنم از ته دل که همه مردم عزیز ایران در آرامش و امنیت و سفره بزرگ و پربرکت و سلامت باشن و ایشالله که روزهای خیلی شاد و سرحال در راه باشه که هممون کنار هم دیگه کیف بکنیم. آمین. به نمایندگی همه آماده باشید. من اینو فوت کردم دیگه، جشن شمارش معکوس داریم و تو آهنگه آب میشه. آره بریم یک دو سه برای من بشورین فوت کنم. 3 2 1 من واقعا ای بچه های خندوانه، ای گروه بزرگ و خفن و درجه که خندوانه، من واقعا از ته دلم همه تونو دوست دارم بچه های گروه عزیزم و به این که با شما همکاری میکنم، رفاقت میکنم، خانواده همیم کاملا از ته دل افتخار میکنم و جلوتون تعظیم میکنم. ماشاءالله بچه های خندوانه. خب جناب خان، حاج آقا دیوونه تو، واقعا دیوونه تو حاج آقا، عجب موهای جو گندمی داری. سلامت باشی. سلامت. خب رامبو جناب خان، میخوای بگم بچه‌ها یه آهنگی بزنن سر حال مون کنن؟ اوفه. آره بله، البته سر حال که هستیم، اومنم خیلی حال داد بهمون. آماده بچه‌های موسیقی؟ 1 2 3 4
آفرین، ببین چی کار داره میکنه، ببین چی کار داره میکنه بابا. بابا آفرین، ماشاءالله جناب خان. اصلا مگه میشه بابا؟ باریکلا نام بود ها. هنر انگشتان دیدی فقط؟ اصلا شاهکار بودی؟ اصلا دیده نمیشد نام اصلا شاهکار بودی؟ ریز انگشتان اینقدر تسلط مگه میشه؟ اصلا نام بود، ما دیوونه یه سازم، ما گنده یه سازم تو جهان. تو؟ بله بله. یه تیکه دیگه بیام تگ نمازی، بیا اصلا دیوانه کننده بود. سب کن، آها اصلا، اصلا مگه میشه یه نفر اینقدر مسلط؟ بعد هیچ وقتم نگفته بودی. نه رام با دوست ندارم. چقدر تو خضوع داری؟ دیوون رام بود، خضوعم داره دیوونم میکنه. اصلا الان منم دیوونه کردم. حاج آقا ما با این خضوعم چه بکنم؟ حاج آقا این خضوعم کجام بذارم؟ رام بود، حاج آقا میخنده انگار تو اتوبوس نشسته، بالا پایین میشه نگاه کن. حاج آقا بخند. برو رو دست انداز. سه 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 قربونه. آجا یه دقیقه پارک کن، ما صحبت کنیم. سلام من. عجب بابا. رام بود، یکی از کارهای برجستم توی حوزه میخی اجرا. من یه سوال دارم، چرا هیچ وقت از این حرف نزده بودی؟ رام بود، ما گفتم به تدریج بگم که شاید وقت شما شوکه میشه. آخه قربونت برم، تو که اینقدر آدم مهمی هستی در این حوزه، به قول خود جز سه تا بزرگ دنیایی. بله بله. چرا هیچ وقت به من نگفته؟ لااقل تو فضای خصوصی خودمون چرا هیچ وقت نگفته؟ حاج آقا یه لحظه برو تو اتوبوس. خوبه خوبه، ایستگاه بعد ما پیاده میشم. آجا سلامت باش، شاکرت. خب الان می‌خواستی یکی از چیکار کنی؟ یکی از خطاهات چی؟ یکی تنظیم کردم اجرا بکنم، حالا باز هر جور سلاحه اجرا بکنم. با کمال میل. ما با عشق میشنویم. بفرما. دست بردار، دست بردار، این مال توه. تمام عمرم فکر میکردم این کار متعلق به یه گروه دیگه ایه، سازندش کس دیگه ایه. تنظیمش با خودم بوده دیگه رام بود. یه تنظیم دیگه هم داشتیم روش، اینجوری بود رام بود. با تیم تخصصیم و رفتیم به استادیوم، به نام ایور و ایدونور، نیم بون تو و کیام. هو اما یالا میگمت قبل ای که صورت
باقامت، یالا قبل این که صورت بیام به باقامت. سر و تک ما یه دور دیگه خط داریم، مسافران منتظرن و خورمون سلامت. ببین جناب خان سلامت باشی. جناب خان بریم کجا؟ بریم بیایم. ما هنون ایستگاهی که میخوام نرسیدم، میخوای یه دو ایستگاه دیگه ما سوار بشیم؟ چقدر دیگه میرسی؟ دو ایستگاه دیگه ما پیاده میشیم. خیلی خوب. حاج آقا آخ آخ حاج آقا پام لای در مونده، درو بزن آخ در واد. حاج آقا شما بی آر تی هستی یا معمولی؟ بی آر تی هستی؟ ما کارت باید بدم یا بلیط هم قبول میکنی؟ میگه شما رایگانی. رایگان بیام ها؟ از آشناهاتون بلیط نمیگیری نه؟ خودت پاسخگوی بعدن؟ سلامت باشی قربونه. خیلی خوب بریم بیاییم. بریم بیاییم جون. ما میگم چون ما الان حال خوشی ندارم شماره کارتون بفرستم تو یه سه تومن علال حساب کارت بکارم. باشه؟ من الان باید تو پول بدم. چرا؟ چون حالم ردیف نیست. بعد الان اون سه تومنه بگیر حالت خوب میشه؟ بهتر میشم، اندازه سه تومن بهتر میشم. این یه ذره یه جوری ها، آدم احساس میکنه از جانب رفیقش داره دوچار سوء استفاده میشه. 2700 بزن. چش حال رفیق من انقدر برام ارزش داره که چش تو همون سه رو بزن. تو که میزنم چش همون سه تومن مک سه شیش مک بزن. نه آقا دیگه تو هم دیگه نه نمیگم، میگم شیش تومن مک بزن به کارت. شبیه چی؟ هیچی میخواستم یه ذره بگم شبیه کلاهبرداریه. خب 5700 بزن که آقا ول کن نمیخوام الان چون 300 گم کنی اوضاع درست میشه. همون شیشه بزن که مک بزنی. نمیخوام گفتی سه گفتم چش. نه میگم 5700 دیگه، نمیگم که مک بزن. آقا چرا من باید الکی به تو پول بدم؟ برای که حالم خوب نیست، ردیف نیستم. خب خیلی حرف منطقیه. تمام دیگه. تمام. شیش مک بزن که بهتر شو. نو. روندش کن. نو تومن بزن که حالا باشه. چش. نو. تو که نو تومن میدی 10 تومن بزن که روند دیگه قشنگ برام ریخته. رونده روند. چش 10 تومن. حالت خوب میشه؟ به اندازه 10 تومن بهتر میشه. چقدر اصلا این دهه چقدر خوبه؟ الان حالت 10 تومن چقدر خوبه حاله؟ حاله همینقدر؟ بله 10 تومن بهتر شد. چه کاریه؟ 100 بزن که ردیف شم قشنگ. چی فکر کردی راجع به من؟ نه میگم ردیف شم. 100 بزن ردیف بشم. نه دیگه همون 10 ردیف شو. خب میخوایی 97 تومن بزن. نمیخوام. نه میگم 3 تومن کم کردم که راضی بری. نه متشکرم. خب همون 100 رو پس بزن. ای بابا آقا نمیخوام، من اصلا نمیخوام وارد این بازی شم. 100 بزنی حالم خوبه. خوب میشه نه عزیزم جان تو. نه متشکرم. تو الان 100 بزن ما اصلا شعر میخونم برات. شعر میخونی؟ بله 100 بزن و اینجا ردیفت میکنم. آخه چه کاری هست؟ 97 بزن. تبریک میگم. اصلا بحث عوض کردی؟ آره تبریک میگم تولد امام رضای عزیز رو که بهترین سلامهای خدا بر او باد، و تولد خندوانه رو که چقدرم عجیب و جذاب و هیجان انگیزه که 8 سالگی خندوانه مصادف شده با تولد 8th امام عزیز ما و این خیلی لذت بخشه. بریم. بله مامبو. بله مامبو. بله مامبو. ها بیا یه لحظه بیا. ببخشید ببخشید اومدم تو اتوبوستون. مامبو تا کسی نفهمیده سری 100 بزن به کارتون. چرا اولا کسی نفهمیده یعنی چی که الان همه رو در جریان گذاشتی؟ یک نه میگم دو مگه به فهمیدن و نفهمیدن آدم هست؟ اصلا چرا باز من داری پول میگی؟ آقا ندارم 100 تومن. تو نفهمیدن همون 150 رو مک بزن به کارتون رامو که خوشحال و راضی برم. شما همه تو اتوبوس آس کنید خلاصش کن پول بزن بره. میگه خلاصش کن پول بزن بره. چی؟ آره رو 200 بحثی میشه. آه ببین نه نه آقا این بازی تا نداره. رو 200 نه بازی تا نداره. نه من اصلا هیچ خود شما سر کالت خوب شه. خب جان تو 100 برابر یمودی مو یه پرایدم باهاش نمیتونم بخرم تو این روزا. میدونم چی میگی ولی آخه واقعا دیگه قرار نیستش که تو جیب منو خالی کنی چون یه ذره میخوای حالت خوب شه. 197 بده که جیب ندارم آقا ندارم. 3 تومن تعجیبه. نه متشکرم. گفتی 10 بده گفتم چش. تازه 10 هم واقعا نمیفهمم برای چی. رو 10 بحثیم پس. الهی شو.
خدا شکر. میگن به مرگ میگیره به تب رازیشه همینا. بریم بیایم، بریم بیایم. آماده. رو به اونجا. آج آقا تو هم دو تومن بزن که 12 مک ما برم خونه. خود دو نمیخوای 1700 بزن. از مردم در پول میگیره. بریم بیایم. 1 2 3 بریم بیایم. آقا جون الان داری چیکار میکنی اینجا؟ نمیجوم گردگیری. الان گردگیری میفرمی؟ این گردگیری. چه وقت گردگیری الان؟ الان این کارو هر روزه یا این هر روزه؟ هر روز هر چشید گردگیری میکنن و یک چشید چه صبحمونه یک چشید چه بعد از دو نیروها هر... به صبح میان گردگیری هر میکنن. هر شیفت اینجا داری؟ هر شیفت داریم. هشت شیفتی که داریم هر شیفت گردگیری میکنن. همه اینها سوپر میکنه، تمیز میشه، دونه به دونه کارهایش انجام میشه و این موقع تمیزکاری این صدای این خیلی صدای قشنگ صدای قشنگ و دلنوازی داره. اینم آهنگ تقریبا اداره ماست دیگه. وقتی اینها تمیزکاری میشه یه ذره این آهنگو بزنید بنوازید. بله شما کار روسره بلدی این کارو؟ کار روسره یاد گرفتم. یاد گرفتم به خاطر عشقی که داشتم اومدم یاد گرفتم. قبل از اینجا بلد نبودم؟ قبل از اینجا هیچ سررشته از بوستر نداشتم. اومدی در بخش بوستر رو؟ در بخش اداره روشنایی اومدم و چون علاقه داشتم کار کنم یاد گرفتم. آها. الان تمیز کردن بوسترهای خونم لاغر با ماست. این خوبه. با این خیلی درد خوبه. سر شد که تو خونم بوسترها باشم. من قبل از این که بیام حرم و این کار رو داشته باشم فکر میکنم کار خونه رو اصلا انجام نمیدادم. تا اینکه اومدیم خدمت امام رضا دیدیم یکی از سیره عمه است اصلا کمک کردن در خونه. و خب منی که هر 8 روز یک بار میام و یک روز کامل اینجا در خدمت امام رضا و میخوام کار لوستر انجام بدم جا داره که تو خونم لاغل روزی لاغل 8 دقیقه به خانمم کمک کنم و بله. از ظرف شستن و تمیز کردن و این تعهد در خودم ایجاد کردم که تو کارخونه به خانمم کمک کنم. فقط هم در بخش لوستر دیگه، بخش دیگه ای که کمک نمی کنی در خونه؟ چرا؟ ظرفارم خوب بلدم بشورم و نمیشکنم چون اینجا چطور یاد گرفتم که نشکنم و چون اینا موقوفه است و خیلی باید رعایت بشه در حفظ و نگهدارش. ولی رانندگی هنوز خوب نشده؟ رانندگیم بد نیست دیگه. من الان چند سال سرچشیچم و دیگه سعی میکنم یا اول فصل آقای معصومی اینا نباید بیرفت آمد کنن. آقای معصومی اینا نباید. آقای معصومی به چیزی پشت دست نه باید با فاصله برو کنا برو کنا برو کنا. این لوستره اسمی هم داره مثلا چلچراغ و لاله با شاخه هاش ما میشناسیم. لوستره 20 شاخه 25 شاخه 30 شاخه با شاخه هاش میشناسیم و معمولا توی لوسترها این الان چند شاخه است؟
این لوسترمون پلاک داره. آقای معصومی چند شاخه بود لوسترمون؟ 50. این 50 شعله است. 50 شعله. 50 شعله. کی تشخیص میده مثلا در هر صحنه هر رواقی چند تا لوستر باشه؟ مثلا چه جوریه؟ ببینید اینا اداره روشنایی برنامه‌ریزی میکنه، تشخیص داده میشه، نوع لوسترها طراحی میشه، در خود اداره ساخته میشه با توجه به امکاناتی که داریم، تماما در خود اداره روشنایی ساخته میشه، نصب میشه. باز وقتی نصب میشه هر گروهی به عهده میگیره برای تمیزکاریاش. محبوب شما کدومه آقا؟ همه لوسترها اینجا برای ما محبوبه. همه لوسترها چون مال عزیزیه که ما دوستش داریم، برای همین برای ما محبوبه همه لوسترهاش. هنوز من فکر میکنم چه دارم خواب میبینم. از غربی ترین نقطه کشور بیای در شرقی ترین نقطه کشور ساکن بشی، کار کنی، بعد افتخار نوکری حضرت امام رضا رو پیدا کنی. این هنوز خوابه. هنوز برای من رویاست. خانم ها آقایان، عیدتون باز هم مبارک، خیلی خیلی مبارک. بگم عیدتون مبارک. عیدتون مبارک. انقدر قشنگ. میخوام دعوت بکنم از یک استاد بسیار عزیز، زیبا، دوست داشتنی، صدا درجه یک، منش درجه یک، خوشمزه، دوست داشتنی، اصلا چی بگم چی بشنویم. دعوت میکنم از استاد علیرضا افتخاری. سلام عرض میکنم. سلام عرض میکنم. عرض کنم حضرت سعدی فرمیان چو تو ایستاده باشی ادبان که من بیفتم. این همه نگاه زیبا، نگاه های زیبا. بندم این ولادت عزیز رو به پیشگاه شما عزیزان تبریک میگم. ما به شما تبریک میگیم. و ما وقتی نامیدی به سراغ ما میاد نگاهمون متمرکز میشه به آقامون، آقا امام رضا. بله. گفت پیاده میام لایق تو بشم. زنده باشیم. تقدیم میکنم. مخلصیم. دمتون گرم. فداتون بشم. فداتون بشم. قربونتون. سپاس بزن. سپاس. سپاس. سپاس گذارم. متشکرم. متشکرم. ماشاءالله با آقای افتخاری. ماشاءالله. ماشاءالله به وجود حضرت عالی. مخلصیم آقا. شما میدونید چقدر شما رو دوست دارم. چاکریم آقا. به الله قسم. همین که مخلصیم آقا. گفت شادی ندارد اون که ندارد به دل غمی، اون را که نیست عالم غم نیست عالمی. شما این دلهای عزیز رو، دلهای خدا رو، جایگاه خدا رو شاد میکنید. غمش فراموش میشه، قصهش. باید ببخشید قصد در مقابل پیشگاه حضرت عالی بخوام. آقا اختیار داریم صحنه مال شما. سخنی پیش بیارم. مخلصم. فراتون رو به اونجا همه میگیم بریم بیاین. شما یک دو سه شو بگین. یک دو
سه بریم بیا. بچه حاضرین؟ بله. بچه حاضرین؟ بله. به نام خدا سلام، من بود جوان هستم در شبکه اصلی اینجا هم حالتون چطوره؟ حالی عکس دو نفره گذاشتن رو جنازه ما. چی میگم؟ من یا فهم بجوه. عیدتون مبارک. خانم آقایان، طبیعت جشنواره‌های خیلی باحال و خفن و درجه‌ای که برگزار کرده میکنه و خواهد کرد. جشنواره بزرگ 1400 شم که کلی جایزه 50 میلیون تومانی بهتون داد، دو تا هم جایزه رویایی داد و اینقدر خوب ازش استقبال کردین و اونا حال کردن و دارن اینو ادامه میدن، کلی از محصولاتشون رو مثلا فکر کنید چای روب و کنسرو ها و غیره و غیره رو از 20 اردیبهشت صاحب یک کدی کرده که شما وقتی محصول رو میخرین کد رو میتونین بفرستین به 1047-19. اینجوری هر هفته دو تا جایزه 50 میلیون تومانی قرار داده بشه که قرعه کشی میکنن و شما جز اونا خواهید بود. اگر این دفعه تو این هفته نبردین نگران نباشین، کدتون نمیسوزه تو هفته دیگه و تو هفته دیگه و تو هفته دیگه. پس محصولات بخرین، همینجوری کاراتون انجام بدین، ان شاء الله جایزه رو میگیرین. طبیعت حواسش جمع اینه که شما کیف بکنین، حال بکنین، محصولات درجه ای که شو تقدیم شما بکنه. بچه ها هم که محصلین عزیز یادشون نره جشنواره زنگ شادی کلی قراره کیف بکنید باشون. چی؟ 100 تا دوچرخه عالی خفن. پس 5 رو بفرستید به 1047-19 و با عکس کارنامه و کنسرو و اینها کلی اطلاعاتون تو هست، میتونیم به دست بیاریم و لذت ببرید. و اینکه شعارش چیه؟ میگه که کیفیت قانون طبیعت. معرفی میکنم کمدین عزیزمونو، مصطفی احمدی از مازندران. سلام. سلام. خدا وکیلی هم تو دست زدن هم تو سلام کردن داشتم نگاه میکردم، این حاج آقا از همه پر انرژی تر بود، هم انرژی بالا، همی که میخنه. یه دست به افتخارش بزنین. دمتون گرم. گفتم این حاج آقا چون حاج آقای دبا من یه پدر بزرگ دارم دقیقا مثل شما پر انرژی، هم سن حالا 5 سال. شما چند سال تو حاج آقا؟ 55. 60 سال از شما بزرگتره، یعنی 124 سالشه. باور کنید خیلی پیره، انقدر پیره که یه سری از ریش سفیدای محله ما میگن وقتی ما به دنیا اومدیم پدر بزرگ ریش سفید این محله بود. انقدر پیره که یه سری از بچه‌هاش بر اثر کهولت سن مردن، ولی خودش هنوز یل میدان زنده و سرحاله، میره سر با. ماشاءالله. واقعا ماشاءالله. ببینید خیلی پیره، پس رفتاره عجیب از خوششون میده. مثلا زمین کشاورزی در آقای جوان اونور رودخونه، بعد مثلا چند وقتی پیش پرنده ها اومدن محصولاتشو خوردن، عصبی شما پلو خراب کرد. خیلی عجیبه. یا مثلا 10 بار ازدواج کرد، 100 و چند سالش بود؟ 24. 124 سالش 10 بار ازدواج کرده، یعنی رکوردش از سید جلال حسینی هم بیشتره. بعد پسر بزرگ ما بزرگ خاندان ما نیست، بزرگ خاندان قاره ماست، یعنی یه چیزیش بشه سردر قاره میزنن بزرگ ما رفت. بعد پدر بزرگ من همسر آخرش مادر بزرگ من بود، اینا زندگی به شدت با عشقی داشتن. حاصل این زندگیشون شد 18 تا بچه که داشتن که میگن خیلی زندگیشون رو با عشق تر کرده بود. دست بزنید، دست بزنید، حال کنید.
بعد چند سال من مادر بزرگ من فوت کرد. خدا رحمتگان شما رو بیامرزه. خدا رحمت. سر خاک سپاری که من پدر بزرگم تو سر خودش میزنه، جیغ میکشه، گریه میکنه، نشسته موری میکنه، موهای نداشته خودش میکشید. اصلا شاکی دستش گرفتم بردم خونه، گفتم پدر جون چته؟ گفت مصطفی تنهام. گفتم درجا. گفتم ما که هستیم. گفت شما رو میخوام چیکار کنم؟ گفت خب حالا از ما چه کمکی برمیاد؟ گفت آفرین. سر خاک زری خانوم دیدی؟ گفتم خوب. گفت دیدی خورما پخش میکرد؟ گفتم خوب. گفت بریم برام بگیریمش. همون لحظه عموم اومد وسط، گفت محاله بذارم کسی جای مادر منو بگیره. پدر بزرگم عینک زد نگاه کرد گفت مادرت کدوم بود پسر جان؟ بعد عموم گفت سومی. گفت این شور من بعد از اون 8 بار ازدواج کردم. بعد عموم خانه شد، ما هم خانه شدیم. یعنی شکلی بود تو خاک سپاری، شب خاک سپاری مادر بزرگم ما رفتیم خواستگاری زری خانوم. تو خواستگاری زری خانوم بود و دخترش و پسرش. این سمت میدان من بودم و پدر بزرگم و 7-8 تا بچه و 10-15 تا نفه و نتیجه و ندیده و همه، یعنی 60-70 نفر تو خواستگاری. 4 ساعت اول اینا فقط داشتن چای پخش می‌کردن. به جان خودم. بعد چای پخش کردن تموم شد، پسر عروس خانم گفت که خب حاج آقا از خودشون چی دارن؟ گفتم حاج آقا الان تنها چیزی که دارن زخم بستره. بعد گفت که چرا میخوان مادر منو بگیرن؟ گفتم که چراش که دیگه مشخص، عشق و علاقه بسیار زیاد به حاج خانم. گفت که خودش حاج خانم خودش 2 ساعت پیش دفع کرد. گفتم بله همینطوره. شما به عشق در نگاه اول اعتقاد دارید؟ گفت خیر. گفتم پدر بزرگ من اعتقاد داره. بعد اینا قانع شدن. گفتم عروس خانم آقای دوماد برن تو اتاق با هم دیگه حرف بزنن. چون اینا خیلی کهولت سن داشتن، عروس خانم آقای دوماد تو حال موندن، ما 70 نفر رفتیم تو اتاق در بستیم. بعد اینا روی 15 تا بچه قرارداد کردن، امضا کردن، با هم ازدواج کردن. زری خانم و پدر بزرگم زندگی به شدت با عشقی داشتن. حاصل این زندگی شد 22 تا بچه‌ای که داشتن. پس از سالها زری خانم هم متاسفانه فوت کرد. الان پدر بزرگ من پشت صحنه اصرار داشت، گفت اینجا اعلان کن هر کس موقعیت داره میتونه با یه یل میدان سرحال قبراق زمین کشاورزی دار ازدواج بکنه، اعلان موقعیت بکنه. خدا حفظشون کنه. ارادت شما هم ایشالله سایه اونا بالا سر شما، شما هم سلامت و امن کنار اونها ایشالله. دمتون گرم مصطفی احمدی. یک دو سه آقایان، من قبلا خدمتتون عرض کرده بودم که دوست جدید خندوانه یعنی تپسی قراره که به 10 نفر جایزه بده و این یعنی سفر به قطر، به 10 نفر جایزه بده که باهاش برن حالا قطر. حالا اینکه شما با این جایزتون که 50 میلیون تومنه آیا به قطر میرید یا نه دیگه به خودتون مربوطه. من میگم برید، حالا اگه نمیرینم حالشو ببرید. به هر حال الان میخوام قرعه کشی رو انجام بدیم. 5 نفر اول رو میخوایم قرعه کشی بکنیم که ببینیم کیان. بهشون هم زنگ میزنیم، باشون حرف میزنیم و این خبر خوشو بهشون میدیم. این موقعیت رو از دست ندین، به خاطر اینکه آخر تیر دوباره یه قرعه کشی دیگه هستش که 5 نفر دوم معلوم میشن و ایشالا که شما جزو اونا باشین. کاری که میگم انجام بدین، هنوز فرصت هست. اپلیکیشن رو باز بکنید، بالای نقشه نوشته 10 سفر به قطر، بعد وقتی که اونو زدید نوشته شرکت در قرعه کشی. دیگه شما از اینجا به بعد هر یه سفری که انجام میدید یک شانس به این که به این جایزه برسید نزدیکتر میشین. اگه اپلیکیشن رو ندارین یک رو بفرستید به 1096، اینجوری لینک براتون میاد. حالا میخواییم که قرعه کشی رو انجام بدیم. من از نماینده اداره بازرگانی صدا و سیما خواهش میکنم که آقای سعید افخمی تشریف بیارن، تشویقشون کنین و قرعه کشی رو خب
آقا بفرمایید باید چیکار کنیم؟ میخواین چیزی بزنید؟ سلام و عرض ادب خدمت شما حضار و بیننده های محترم. جامعه آری عرض میکنم. بله 1,581,301 ردیف قرعه کشی است. بله. به خاطر اینکه اولین ردیف قرعه کشی اون از 1,000,000 شروع شده، پس ما تا 2,581,301 میتونیم ردیف قرعه کشی از این گردونه خارج کنیم. شروع کنیم. عدد اول توسط گردونه، عدد ردیفای بعد قرعه کشی بعدی توسط عدد گام به دست میاد. بفهم. برو بریم. چهار، پنج، پنج. حالا چی میشه؟ صفر، یک و دو میتونه عدد آخر باید بشه. عدد آخر باید صفر، یک و دو باشه. الان در بیاریم آبقی رو؟ بله بی زحمت، چون آقای شاه حسین بیا کمک. دو هم هست نمیتونیم زوجو فرد کنیم. صفر نمیتونه باشه؟ ما از 1,000,000 شروع شده؟ آها. اشکال نداره. یک و دو. یک و دو؟ بله. آن. سم نه. چون جامعه ردیفای قرعه کشی اون از 1,000,000 شروع شده، بخاطر اون صفر رو خارج کردیم. آقای آشی. دوه. ممنونم. خب تموم؟ بله ممنونم. شما جز اینا نیستی؟ خب ما تماس بگیریم با یکی از این دوستان بهشون خبر بدیم. بله سلام. سلام، من رامبد جوانم، حال شما خوبه؟ متشکرم، سلامت باشید. شما از تپسی استفاده میکنی؟ بله از تپسی استفاده میکنم. الان یه خبر خوش بهتون بدم؟ بله منتظره خبر خوشتونم. آره منتظرین هستن. تو برنامه تو دیر نکردم تو زنگ زدم؟ نه خب وقتی شما زنگ میزنین یعنی خبر خوش دارین. بله خبر خوش، خبر خوش اینه که شما این 50,000,000 تومان رو برنده شدین. مبارکه. ممنون، متشکرم. خیلی سورپرایز جالبی بود واقعا، اصلا نمیدونم چی بگم. شما فکر میکنم اولین نفری هستی در کل خاندوانه که ما قرعه کشی کردیم بهش خبر دادیم راحت پذیرفته. با همه بعد کشتی بگیریم تا قبول کنه. نمیگیم به خدا اینجا خاندوانه است، به جان عزیزم اینجا، به خدا الان جایزه بردی. ولی واقعا مبارکه، خیلی مبارکتون باشه. سلامت باشید. شما کجا زندگی میکنین؟ ما تهران، خواجه عبدالله. خیلی
و شاغلید یا نه؟ بله شاغلید. خیلی خیلی مبارکتون باشه. اسمتونم به همون میگین؟ من آسیه شریفی هستم. خانوم شریفی. خانوم شریفی. بله. مبارکه. خداحافظ. خدا نگهدار. الو. سلام. سلام، بفرمایید. من رامبد جوانم. حال شما خوبه؟ مرسی، متشکرم. ببخشید مزاحمتون شدم. خواهش میکنم. شما، ما الان تو خندوانه ایم، داریم برنامه امشب رو ضبط میکنیم، همین امشب که پخش میشه، و قرارمون این بوده که امروز قرعه کشی بکنیم، 5 نفر هر کدوم 50 میلیون تومان جایزه بدیم بهشون. بله. شما یکی از این برنده ها شدید. چی؟ باید باور کنم اینو؟ آره دیگه، چرا نه دیگه، چرا نه؟ میتونم فکر کنم شاید سرکاریه. آها، یا ما الکی داریم زنگ میزنیم بگیم که مثلا من الکی دارم میگم؟ نه، من واقعا خودم هم اینجا واقعا خندوانه است و شما هم واقعا برنده شدیم. خیلی خوشحالم اگه واقعا اینطوره. مرسی. همینطوره. شما شاغلین؟ من شاغلم. بله. چیه شغلتون؟ روانشناس. بله. خب خیلی هم عالی، مبارکتون باشه. خیلی زحمت کشیدید. مخلصم. خداحافظ. خداحافظ. برنامه رو امشب نگاه کنین، خودتونو یعنی صداتونو میشنوین. حتما. خداحافظ. خداحافظ. آقا مخلصی. مرسی ازتون. با عزت. قربان شما. بریم بیاییم رو به اونجا. من نشسته خوبه. بریم بیه. 1 2 3 بریم بیا. عیدتون مبارک. عید شما مبارک. مخلصم. میخوام دعوت بکنم با احترام فراوان از ته دل و افتخار فراوان از ته دل استاد عزیزم رو که تشریف بیارن با هم معاشرت بکنیم. ایشون همیشه به من محبت داشتن، همیشه به من لطف داشتن. من و شاگردشون رو هیچ وقت روم و زمین ننداختن و الانم از این که دعوت منو پذیرفتن بسیار خوشحالم. این که در چنین شبی هم هست خب دیگه خیلی کیف میده.
میخوام دعوت بکنم از نویسنده، بازیگر، کارگردان، مترجم، تهیه کننده، یک همه فن حریف درجه، خودش یک ارتشه در سینما. استاد عزیزم جناب آقای مهدی فخیم‌زاده. اینجا لطفا. بله یه سوت هم بزنم. بفرمین 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 با اجازتون. اختیار داریم. با اجازتون. سلام. سلام. خیلی مخلصیم. قربونت. خیلی ممنون. چکریم. چطوریم؟ خوب. عیدتون مبارک. عید شما مبارک. مخلصم. بخواین حال احوال کنیم بفهمیم. آره نه. عید همگی مبارک باشه. عید شما مبارک. عید شما مبارک. عید شما مبارک. قربونت. چه خبر آقا؟ دارین چیکار میکنین؟ این روزا دارین چیکار میکنین؟ حالا تازه از کرونا خلاص شدیم. آره. و دوران کرونا مشغول مبارزه با کرونا بودیم. آره دوران کرونا که کاری نکردیم، فقط یه سریال موج اول رو بازی کردم. کارگردانش هم کسی دیگه بود، کسی دیگه هم نوشته بود، من بازی کردم و همین دیگه. فقط مطابق معمول می نویسم و فیلم می بینم. فیلم می‌بینی؟ آره. چه خوب. چی می‌نویسیم؟ کار سینمایی برام می‌نویسم. که بسازیم؟ احتمالاً اگر از این دو سومش نوشتم، یه سوم آخرش درست در بیاد و خوب بشه، احتمال داره. ان‌شاءالله. وقتی می‌نویسین چی کار می‌کنین؟ یعنی روزتون رو چجوری شروع می‌کنین؟ ده و نیم می‌شینم پشت میزم. خب. تایپ میکنی یا با قلم مینویسیم؟ نه من با کامپیوتر مینویسم. باری کله تایپ میکنی؟ آره اون موقع وقتی که عشق نوشتن و عشق سینما و اینا افتاد سرم، اون موقع که این وسایل نبود رفتم کلاس ماشین نویسی. خب. رفتم کلاس ماشین نویسی و اونجا یاد گرفتم. بعد یعنی واقعا با هر دهنگوش کار میکنی؟ باری کله. بعد که اومدم خواستم به نوشتن با ماشین در دیبه نیمسم نشد، یعنی صدای این بیشتر از یک میگرد. بعد یه غلط میزدی باید در میآوردی پاک میکردی با دست با همون کاغذ کاهی و مداد. بله. 40-50 تا مداد رو میتراشیدم نشتم توی لیوان و دوندونه و میداشتم. بعد سر یه فیلمم همسر که من بازی نمیکردم. بله. سر اون یه اتاق کامپیوتر داشتیم. یادم. من خودم هم هیچ اطلاعی، الان هم اطلاعی ندارم، ولی اون موقعی که اصلا بعد اونجا اومدن یه اتاق کامپیوتر درست کردن. اون موقع نورتون کماند بود، یعنی نورتون کماندر بود و ویندوز 3.1 هم بود. بعد با اون یارو گفتم میدم من میتونم تایپ کنم؟ گفت بشین تو تایپ کن. من نشستم میترسیدم از این کیبورد. خلاص نشستم و دیدم چیزی سریع میاد، خودم میشه پاک کرد، گواره اینو بزن پاک میشه. بعد خیلی خوشم اومد. همون موقع این آقای عالمزاده دستیار من بود که الان کارگردانه، با اون رفتیم. اون جوون بود و با این دستگاه زودتر کنار اومد. رفتم یه کامپیوتر گرفتم و بعدش بعد از همسر دیگه هرچی فیلم نامه می نوشتم با کامپیوتر می شم که خیلی هم ذوق می کردم، چون وقتی می نوشتی تمیز با نوشتن خط می زنی. ولی
تو وقتی با کامپیوتر می نویسی اولا جابجایی میدونی که ما تو سناریو خیلی جابجایی داریم، سکانس از اونجا ور می داریم جابجایی می کنیم، با این خیلی راحت می شد این کاری کرد. بعدم که وقتی می نوشتی پرینت می گرفتم تمیز جلوت بود، آدم ذوق می کرد. همسر کیا دیدن؟ آقا اونجا این ور کمتر، ولی اینجا و اونجا بیشتر. من پیشنهاد میکنم همسر رو حتما ببین، جز فیلم های خیلی خوش ریتم و سرحال و گرم و جذاب، و دوتا بازیگر درجه یکن اون تو، درجه یکن. چی شد خودتون بازی نکردین؟ نه رول به من نمیخورد، یعنی از اولی که نوشتم دوتا فیلم پشت سر هم ساختم، یکی خواستگاری یکی چیز همسر پشت سر هم ساختم، هیچ کدومش هم من بازی نکردم، برای اینکه همسر که یه مدیر یه اداره‌ای بود و من بیشتر نقش‌هایی که تو بازیگری بهش میگن شارژ، نقش‌هایی که وقتی میان رو صحنه با خودش شارژ گذشته رول میارن و خبر از آینده نقش میدن. من بیشتر اون رول، هنوزم اینطوری است. توی خواستگاری هم یه پیر مرد و یه پیر زن بودن که اونم احتمالا تماشاچی جان به کرات هر سال پخش میکنه، اونم هادی اسلامی بازی کرد. من خیلی از فیلم های خودم بازی کردم، ولی هرس ندارم که حتما من بازی کنم. اگر رول به من بخوره چرا که به خونه رواس میپسته درمه، ولی اگر نخوره یه چیز ندارم. در جا به کسی که فکر میکنیم فکر میکنم آره. همسر و خواستگاری رو من از شما خیلی چیزا یاد گرفتم واقعا، نه واقعا بدون هیچ گونه تملق یا تعارف، من از شما خیلی آموختم. شما استاد من، استاد خیلی ها هستین شما. ما نسلی هستیم که خیلی چیزا رو در سینما از شما آموختیم. شما یک کارگردان کاملا آگاه با سواد تکنیکی، شما جز کارگردان‌های بسیار تکنیکی و فنی سینما هستین و بودین در دوره خودتون که بی‌نظیر، و خیلی از شما آموختیم. یکی از موضوعاتی که من و شما خیلی با هم حرف می‌زدیم، من همیشه فرصت گیر می‌آوردم سر سریال امام رضا ولایت عشق، می‌اومدم هی با شما گپ می‌زدیم و معاشرت می‌کردیم و شما هم به من همیشه لطف داشتین، که من یادم سر مونتاژش هم اومدم و باز اونجا هم فرصت داشتیم و موقعیت‌های دیگه. یه چیزی به من یاد دادین شما خیلی جالب بود. من همیشه به شما گفتم من خیلی دوست دارم کارگردانی میکنم، من کارگردانی رو بیش از بازیگری دوست دارم، و شما گفتین خوبه بکن چرا که نه. و بعد یه چیزی به من یاد دادین خیلی خوبه، گفت ببین وقتی که تو کارگردانی می‌کنی و بازیگرم هستی اینو همیشه خیالت راحت می‌دونی، همیشه یه کارگردانی هست که قطعا بهت یه نقش رو میده، اونم خودتی، همیشه خودت به خودت یه نقش رو میدی، در نتیجه نگران نباش. تو به عنوان بازیگر و کارگردان اگه هر چند سال یه بار یه فیلم بازی کنی بالاخره یه کارگردانی هستش که میاد سراغت. حالا اینو میخوام بگم که شما خودتون جزء بازی، و خیلی هم کار پیچیده و سختیه واقعا، اینکه هم به عنوان کارگردان توی کار حضور داشته باشی، و اصلا معماری ذهن آدم خیلی فرق میکنه به عنوان کارگردان و بازیگر. بعد وقت خودتون هم به عنوان بازیگر میرین جلوی دوربین، وقتی میرین جلوی دوربین کی شما رو نظارت میکنه؟ لااقل در زمانی که دیگه این ویدیوهای مرسوم دیجیتالی اینجوری نبود که پلی بک کنن و اینا، زمانی که دوربینا فیلم بود، نگاتیو بود. ببین رامبو جان، اولا اینکه خب حالا همه بدونین که من و رامبو یه بار با هم کار کردیم، ما هم تو ولایت عشق ایشون نقش مأمون رو بازی میکرد، من امین رو بازی میکرد، افتخار امین رو بازی میکرد، و بسیار هم فوق‌العاده بود. از روز اولش هم یکی از بازی های خیلی قوام یافته و کلاسیک رامبو بازی کرد. به رهبری شما بوده؟ نه، وقتی سناریو رو مینویسم همه نقش ها رو در ذهنم تصویر میکنم بدون اینکه به بازیگری فکر میکنم. وقتی دارم مینویسم اون نقش ها رو، از جمله نقشی که خودم بازی میکنم، اون نقش رو خودم میبینم، نقش های دیگر رو بهترین ایدئال ترین هنر پیشه رو براش انتخاب میکردم. مثلا یه نقش میگم این الپاچینو باشه، این داستین هوفمن، ولی نقش خودم رو
در نتیجه خودم وقتی تو اومدی 10-15 روز یا حد اکثر یه ماه با نقش قبلش آشنایی بله بله خیلی کوتاه. ولی من به نسبتی که دارم می نویسم با نقش عجیب طراحیتونو میکنه در نتیجه همه زیر و بم های نقش رو در هر کار مثلا تو خواب و بیدار من قرار نبود بازی کنم ولی به نقش مسلط بودم. وقتی شبی که قرار شد من بازی کنم چون هنر پیشاش نیومدن و نشد اینا من بازی کنم من به نقش مسلط بودم. اینم سوال تو من به نقش مسلطم. در نتیجه وقتی قرار میشه بازی کنم دیگه دغدغه اونجور ندارم. فقط دغدغه این که داشتم که خودم دور کردم تو تیک ها گرفتن. میدونین ما در کار حرفه‌ای 4 برداشت خیلی نرماله. یعنی یه برداشت یک پلان رو 4 بار میتونیم بگیریم. ولی الان که دیگه اون موقعی که نگاتیو بود الان که نگاتیو نیست 10 برداشت فقط زمانو پرت میکنه. اون موقعی که نگاتیو بود تیک های مربوط به خودمو چون کسی نبود بگه خوبه پس بکن هی میگرفتم. یعنی مثلا بیشتر از 4 تا 5 تا برداشت ناراضی بودم. بعد نگاه کردم رو میز دیدم فرقی نداره من چرا این کارو میکنم. اولیش هم درسته. آره بعد دیگه الان اگر تیک اشکال از بازیه من خودم فکر کنم اشکال بازیه میگم نه برش کن خوبه. اگر تکنیک خراب بکنه یعنی فیلم بردار صدا بردار نور پرداز بگن تکرار اونو تکرار میکنم. ولی به این وسواس رو از خودم دور کردم. میخوام ببرمتون به خیلی دور. دورترین خاطره که دارین از بچگیتون کیه؟ یعنی دیگه قبل اون یادتون نیاد چیزی؟ یه خاطره اولین خاطره که تو ذهنم میاد بابام همیشه سر یه ساعت میامد خونه. یه روز دیدم که دیر کرده و مادرم دیر کرده بود. مادرم خیلی هول بود و که دل واپس شده بود که چی؟ چرا نیومده؟ این خاطره چند سالتون مثلا بود؟ فکر میکنم 4-5 سالم بود. اسباب بازی داشتیم؟ مثل توپ، مثل روراک، مثل دوچرخه؟ نه، روراک هم نداشتیم. با هرچی بودش با چوب. آها. با چوب میساختیم. خودتون میساختیم؟ نه یه برادر بزرگتر دارم حسن آقا که اون دست با ارموی اینا یه چیزی میساخت. مثلا چی میساخت؟ من همیشه طالب شمشیر بودم. از اولم اکشن کار میکردم. من شمشیر خوشم میامد که یه شمشیر داشته باشم و همیشه التماس کردم که یه شمشیر برای من بساز. بچه شیطونی بودیم؟ سالای چیز نکن. آره خیلی خیلی خیلی. چند تا خواهر برادر بودیم؟ ما 2 تا خواهر بودیم و 3 تا برادر. شما چند دومی بودیم؟ من آخری بودم. اوه. از مدرسه تو خیابون چیز بود تو قوام دوله خیابون فرهنگ و شاپوری بازارچه قوام دوله یه مدرسه اونجا بود به اسم دبستان هدایت. آها. ما از اونجا که میبردیم با صف میامدیم بیرون. بعد یکی که گفت درهم درهم یعنی هر کی حالا بدهش خواست بکنی. بعد من یه دیوار بود میگرفتم اون دیوار میرفتم بالا. بعد یه حاج آقایی هم بود که همیشه زهرا من بارو تحتیل میکنم در این بود باز این پدر سخته از دیوار آخه بچه تو چرا از دیوار میگم دارم بیام خونمون میگفت خونه تو از راه برو. همیشه من دوست داشتم که برم از دیوار برم بالا. چی شد اصلا به این فکر افتادین یا متوجه شدین باید برین تو سینما یا اصلا بازیگر بشین؟ ببین درس نمیخوندم و بعد درس نخون بودین؟ درس نخون بودم و بعد یه بر همین برادر بزرگترم که حسن آقا این گفت پدرت رو در میارم یا باید درس بخونه یا پدرت رو در میارم. پدرم رو در آن این موقع پدر در بردن یعنی کتک. آره. بعد یه دفعه که خونده بودم منو برداشت بود گفت بریم سینما.
به عنوان جایزه. من سینما اسمش رو شنیده بودم ولی سینما رو تا حالا ندیده بود. نبود. فرداش بود یه سینمایی بود به اسم سینما جهان توی نرسیده به میدون حسن آباد اونجا بود. سر گلبندک اینا. بعد من همینطور نگاه میکردم یه فیلم عربی بود. یه کسی هم میخوند، یه آهویی هم بود گریه میکرد، آهوی عشقش میامد، تنها میخواد ولی با بچه هم قطع میشد، یه پرده یاد که دیالوگا رو مینوشتن، همه میخوندن، صدای تالون که میخوندن برای اونایی که بیسوادن میخوندن. بعد من به حسن آقا بودم چی میگن؟ بگو. گفتش که تو خودت مدرسه میری خودت باید بخونی. بعد این اولین فیلمی بود که فیلم چی بود؟ اسمش هم یادم نیستش. فیلم عربی بود. اون موقع از مصر و اینا این فیلم ها رو می آوردن اینجا. بعد یواش یواش این تشویق سینما رفتن خیلی هم خوشم اومد. این سینما رفتن که من درس خون کرد. ولی دو وجه داشت. یکی درس خونم کرد، یکی شیطونم کرد. یعنی ادای آرتیست ها رو در می آوردم، این شمشیری که می کشیدن و فلان و اینا. کدوم فیلم خیلی دوست داشتین تو بچگی؟ که دیدین دیوانتون کرد؟ ها؟ فیلمی که خیلی دیگه تأثیر گذاشتون؟ فیلم هایی که شمشیر بازی بود، اسمشون والا نمیدونم، ولی فیلم های شمشیر بازی بود. بعدها مثلا دیدم که تیرون پاور بازی میکرد. بعدها اون موقع برای ما نقش واقعیت بود، خود واقعیت. آره. اون آرتیسته بود که بچه. آره. ما کارگردان نمیشناختیم، هنرپیشه فیلم با هنرپیشه که بازی میکرد. آره فقط با اون آدم واقعی بود. یعنی بعدها من یه مدرسه میرفتم، خونمون از اونجا عوض شده بود، اومده بود تهرانو، ولی من یه مدرسه میرفتم که مدرسه رازی که همونجا بود توی میدون فرهنگی. بعد من پیاده میامدم همیشه سینما میرفتم، انقدر فیلم میدیدم که بابا میگفت این آخر سر کنترل چی میشه. یعنی همه هرچی پول میگرفتم میرفتم سینما. بعد میدونی که روی مجلس یه ساختمونی بود که الان دیگه نیست، دیدم نوشته کلاس های دراماتیک، بعد تعلیم هنرپیشگی سمندریان. هنرپیشگی من تعلیم داره؟ بعد رفتم اونجا از این یارو پرسیدم آقا اینجا هنرپیشگی. این اصلا چند سالتون بود؟ این مثلا 16 سالم بود. من اولین دفعه که به نظرم تعلیم هنرپیشگی خورد اونجا بود. دیدم میگه هنرپیشگی رو یادگیری داره. و قبل از اون هنرپیشه خودش بود. اصلا تیرون پاور بود، هنرپیشه بود، نقش یکی بود. آره. ولی اونجا فهمیدم که بازیگری تعلیمات داره. شما سال 97 سر فیلم مشت آخر یک تصادفی کردین. بله. و خیلی هم آسیب دیدین. آره. با موتور بودین؟ نه، من پشت موتور نشستم. ترک موتور نشستم. آخه موتور سواری هم میکردیم؟ آره، من 5-6 سال وقتی انقلاب شد با موتور حرکت میکردم. موتور سواری هم قبلش بلد نبودم، همون خودم یه موتور اول یه سوزوکی 100 گرفتم، بعد یه یاماهای استارتینو، چون میرفتم ارشاد، بعد میرفت دفتر به پخش میرفتم، خیلی کار داشتیم. بعد چند طرح ترافیک اومده. آره. بود نمیشد با موتور میفتم. توی مشت آخر قضیه این بود که ما لب دریا توی چالوس وسط دوتا اتوبوس میز چیده بودن، ما داشتیم غذا میخوردیم. بعد تموم شد، قرار شد بعد یعنی تا صبح فیلم برداری کرده، یعنی از صبح تا ظهر فیلم برداری کرده بودیم، قرار شد بعد از ظهر یک کار، اون کار تموم شد، اون سکانس تموم شد، قرار شد بعد از ظهر کار کنیم. به مدیر تولید گفتم بیا بریم یه جا بگردیم، یه جا پیدا کنیم برای کار بعد از ظهر. اون موتور داشت، گفت باشه با موتور میایین؟ گفتم آره با موتور بریم. یکی از بچه ها گفت آقا با موتور چرا به ماشین بریم؟ گفتم نه، همین موتور خوبه، همیشه هم دوست داشتم، هنوز هم دوست دارم موتور.
هرچی نشستم با هم رفتیم همینطوری نگاه میکردم، یه جا گفتم نگردار این از این ور خیابون، دور زد نگرداش، همینطوری داشتم نگاه میکردم گفتم مهران اونجا رو میتونه اجازه بگیری؟ گفت برم ببینم. هم این آخرین دیالوگ بود که گفتم اونجا رو میتونی؟ یه وقت وقتی بعد از مثلا فکر کنم 4-5 روز از کما که در اومدم، این روز بیهوش کاملا بیهوش بودم، به خاطر اینکه یه موتور هنوزم نشده که من برم ببینم این موتور با میگن از تو خونه اومد، ما اینجوری بسیدیم زد به کمر موتور ما، حالا با چه سرعتی از خونه در اومده زده، من پرتاب شدم، ما وایساده بودیم، من چون اون که راننده بود دستش به موتور بود، ولی من همینطوری داشتم اونجا رو میتونی اجازه بگیری؟ بعد من رفتم رو هوا و آمبولانس اومده بوده، گزارشی که نوشته بوده گردن شکسته، کمر شکسته، جفت پاها شکسته، فک شکسته، سر شکسته. وقتی که من چشمو باز کردم دکتر گفت میتونی سرتو تکون بدی؟ گفتم آره، اینطوری کردم هم آره. خب میتونی بشینی؟ اصلا گرفتم به دقیق بودم آره. خب میتونی؟ همه رو خط سر نه میتونی، همینطور میگفت که سر نشکستی، گردن نشکست، میتونی بیای پایین؟ میتونی به اتخت بیای پایین؟ اتخت مادم پایین بودم آجا. گفت خب برو خونتون. گفتم لباس همون بدیم برم. یعنی از اون مونده بودم که ولی اصلا نمیدونستم کجام. بعد که راه افتادم دو تا بچه های کلاس اونجا بودن، به اونا میگفتم چجوری اینجا را اجازه گرفتیم؟ فکر میکردم اجازه فیلم برداریه. اونا چجوری اجازه دادن؟ بعد که اومدیم تو خیابون شریعتی و اینا تازه فهمیدم اینجا بیمارستان بوده. از چی شده؟ گفتن بیهوش بودی و فلان و اینا. بعد خوشحالم که الان سالم سلامت اینجا نشستین. چکریم. بریم بیایم گپمون رو با استاد فخیم زاده ادامه میدیم. رو به اونجا. شما یه 1-2-3 بگین ما میگیم بریم بیایم. بگین 1-2-3. 1-2-3. بریم بیایم. تعصب یه هوادار؟ من اصلا طرفدار رئالم آقا. شما بهتره برید فیلم بازی‌های نیمار و اشلیانگ و آریان روبن رو ببینید تا بفهمید تمارز یعنی چی. من اصلا شما رو قبول ندارم، شما خیلی آدم بی سواد، بی وجدان، بی... بله، به علت اشکال فنی که در پخش پیش اومد برنامه زندگی فوتبال رو به پایان رسوندیم. با برنامه بعدی در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. بیا بالا موزیکو، بیا بالا موزیکو، بیا بالا. دستمال اینجا داریم؟ دستمال، دستمال کاغذی. همکار گرامی، موافقید که همین ابتدا بریم برای بخش آهنگ‌های درخواستی شنوندگان عزیزمون؟ حتما حتما، برو بریم. خانم افروز آزرم از ایلام درخواست دادن آهنگ شمال از رضا یزدانی عزیز، و این آهنگ رو به مناسبت سالگرد ازدواجشون تقدیم کردن به همسرشون محسن که در عسلوی مشغولن. بیا بازم مثل قدیم با هم دیگه بریم شمال، دلم گرفته راضیم به این خیالای محال. داری مسخره میکنی؟ داری میخونی؟ یه جوری رضا شمال یاد این افتاده. ادامه ادامه. دلم پره. آره این بیا بازم با هم دیگه بریم سفر، جای ما اونجا خالیه. نه اینجوری نیست ملودیش. منو ببر
منو ببر. ول کن آقا دیگه، گیر دادی آهنگ شمال بخون. بسیار عالی، بسیار عالی، من دارم حرف میزنم، موزیکو قطع کن. بسیار عالی، آهنگ شمال رو از رضا یزدانی شنیدیم. یعنی اینو شنیدن؟ آره دیگه، همینو شنیدن. خب این خدا. زندگیشون که به نظرم دووم نمیاره با صدای من. زندگی رابطه تو و رضا برای همیشه به نظرم شد. از بین رفت. بریم بله. یه وله بشنویم و برگردیم به بخش جذاب بعدی موزیکو بزن. بله، شرکت کننده عزیزمون روی خطن، خودتون رو معرفی بفرمایید، خواهش میکنم. سلام، پیمان مقدمی هستم، از چانلوس خدمت رو تماس میگیرم. ده و آقای پیمان جان اصل. خب پیمان، خیلی زود تون سریع از بین جعبه شماره 5 تا 10 یکی رو انتخاب کن. جعبه شماره 4. بله عزیزم، بگو. وای بین 5 تا 10 4 نداریم اصلا که. آخ ببخشید شرمنده. جنب شماره 7. علیه علیه. سلامتی ستن، ناموس و رفیق و وطن، سلامتی سکس، زندونی و سرباز و بیکس، سلامتی احبه، سلامتی باغبونی که زمستونش از بهار بیشتر دوست داره، سلامتی آزادی، سلامتی زندونی های بی ملاقاتی. بگم میدونم مال یه فیلم از استاد مسعود کیمیایی، فیلم اعتراض، آقای مهدی فتحی میگفتن. باری کلا پیمان جان، آفرین، یاد استاد مهدی فتحی گرامی، بازیگر درجه یک و فوق‌العاده و بی‌نظیر، بازیگری که همتا نداشتم به خیر، ما رو فراموش نکنید. فردا شب دوباره میایم پیشتون خندوانه، ساعت 11 از شبکه نسیم. یادتون نره لبخند بزن جانا، لبخند تو یعنی عشق. شبتون بخیر. خانم آقایان، جناب آقای مهدی فخیم‌زاده مهمان خندوانه. آقا یه بیلبورد بزرگ داشته باشید تو خیابون که همه ببیننش، روش چی می‌نویسین همه بخونن؟ مواظب خودتون باشید. مواظب خودتون باشید، ترک موتور نشین. نشستینم یه جا رو بگیرید. حواستون به یه موتوری دیگه باش. آره مواظب خودتون هستین؟ الان آره سلام، مواظبم، حداقل از این دیگه سوار موتور نمیشم الان. آشپزیتون چطوره؟ افتضاح. هیچی؟ نیم رو بلدم درست کنم. خب خیلی خوبه، خیلی خوبه. آره عالیه. یه کتاب بخواییم بهمون معرفی کنیم بخونیم، چی بگیم؟ یه فیلم، یه کتاب. دو تا فیلم میتونم. یکی دوتا یکی اسپارتاکوس. اسپارتاکوس خیلی خیلی دوست دارم، اونا که هر سال یه دفعه میبینم. نه بابا. آره یکی هم هاری کثیف، مال کلینت ایستوود. آره چه فیلمی؟ فیلم اساسیه. چه فیلمی؟ فیلم پلیسی. اونو کی ساخته؟ فکر میکنم دانسیگل، اگر اشتباه. دانسیگل، راست میگی. فکر میکنم بله، کارگردانش دانسیگل. بله درسته، اونم که آقای کوبریک. بله اون که آره. این دوتا فیلم برای من. اسپارتاکوسو کیا دیدن؟ ببینین، خیلی فیلم خوبیه، خیلی فیلم خوبیه. خب و کتاب چی؟ کتاب ببین، من خیلی به خصوص بعد از دیپلمم و بعد در دوران دانشکده، چون من دو تا دانشکده، یکی دانشکده ادبیات، یکی دانشکده دراماتیک. بله. دائما هر شما مترجمی زبان مترجم ادبیات فرانسه خوندین؟ آره. میرفتم تو کتابخونه، اونجا میرفتم کتابخونه ادبیات، دانشکده ادبیات، تو دانشکده دراماتیک هم میرفتم کتابخونه. خیلی کتاب مون. الان مدتی بود که کتاب خوندنم چیز شده بود، نامنظم شده بود. میرفتم سر کار رو، یه وسیله که میگم که تماشاتی ها و هم تماشاتی هایی تو خونه، هم حضار محترم، کتاب های گویا. بله. هم موقع خواب و هر کار تو رانندگی اینا. آره خیلی هم کیف میده. خیلی هم کیف میده و خیلی مثلا تو ترافیک این کتاب گویا.
من همیشه پادکست گوش میدم جدیدن، لاقل در طول چند ماه گذشته. کتابم میخونم ولی پادکست زیاد دارم گوش میدم. شما سریال ولایت عشق رو ساختین که من افتخاری داشتم که بازی کردم. خب خیلی بازی کردم تو اون کار. شما راجع به این که اون کار رو بنویسید، خودتون نوشتین؟ بله. چیا خوندین؟ منابعتون چیا بودن؟ چیا در از کجاها جمع کردین؟ اولی که تناترین سردار بود. بله. که اون یه کار یه نفر دیگه بود که اون کار به من رسید و از اول گرفتم و ولایت عشق تکلیف شد که زمان آقای لاریجانی بود، آقای حیدریان رئیس سیما فیلم بود که این تماشاچی ها بدونن و حضار بدونن کارهای اونجوری کاری نیست که تو ببری مثلا یه داستان امام رضا رو بگی آقا من میخوام اینو بسازم. این اونجور کارا از قد یه جای دیگه تصمیم گرفته میشه، مدیران تصمیم میگیرن و تو رو انتخاب میکنن. آره. بعد من انتخاب کردن که برای ساختن ولایتش که آقای حیدریان، مهندس حیدریان من انتخاب کرد. اونم فقط این که سواد تو اینا مطرح نیست، سخت کوشید که بیشتر این بود که من آدم سخت کوشی بودم. آقای حیدریان هم چون اون کار 2 سال و 7 ماه طول کشید، فیلم برداریش فقط، یعنی 5 سال من درگیر ولایت عشق بودم و چیز نبود. به من گفتش که فلان کتاب رو بخون، اولم نگفت. من فکر کردم به خاطر تجربه‌ای که تو به تناترین سردار دارم میده فلان کتاب رو بخون. اونو خوندم بعد نظرم رو بگم اینا، بعد دیگه فهمیدم که میخواد من بسازم. هر چی کتاب راجع به امام رضا بود میخوندم تا با اون طرح اول. بعد یه شورایی هم بود به اسم شورای تاریخ که دکتر آینه‌بند، دکتر شهیدی، رسول جعفریان اینا اعضاش بودن. ما یه هر چند وقت دفعه میرفتیم اونجا، تعیین شد که از کجا شروع کن، از به کجا تموم کن، از هجرت امام رضا شروع کن به شهادت ایشان سریال تموم شد. بعد من یک بار یک سناریویی که وقایع تاریخی بود شکل دادم، به شورای تاریخ اسلام ارائه کردم که اونا تایید کردن. بعد یک سناریوی دراماتیکی نوشتم که شخصیت های فرعی، شخصیت هایی که جنبه تاریخی ندارن اون شورا تصویب کرد. دمتون گرد. آره. براتون آرزوی سلامتی میکنم، ایشالله که فیلمتون رو خیلی خوب و راحت و باحال بسازیم، ما هم ببینیم، کیف بکنیم. خودتون میخوایی تهیه کنیم؟ نمیدونم الان تا سناریوم تموم نشه برنامه‌ریزی نکردم. اول سناریوم ولی امساله؟ بله امسال سناریوم تموم شه، بعد برم پروانه ساخت بگیرم، بعد ایشالله که بدن. ایشالله که بدن. بعد ببینیم که خودم تهیه کنم. ژانرش چیه؟ اجتماعی. عالی باشه. ما یه رسمایی داریم تو خندوانه، مهمان ما لبخند میزنه به تماشاچی توی خونه 10 ثانیه، بعد ما براشون میشماریم، بعد توی یک رای گیری شرکت میکنن، اگه بالاترین رای رو بیارین تو هفته ما تندیس طلای بهترین لبخند هفته از نگاه مردم رو به تقدیمتون میکنیم. یه لبخندی بزنین دیگه، رای رو بیارین. لبخند یا نه نه لبخند. آماده؟ 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. آقا خیلی مخلصم، خیلی خیلی خوشحال شدم شما رو دیدم. مخلصم. این با کتاب داریم هدیه میدیم شبا به مهمونامون و یه کتاب از عماد عبادی دارم خدمتتون تقدیم میکنم که همسایه‌ای که بلند میخندید، تقدیم شما. دست شما در مخلصم. اینم تندیس خودمونه که با عشق و علاقه زیاد تقدیمتون میکنم. ممنونم که اومدید. مخلصم. قربونتون. آقا از همینجا میتونید تشریف ببرید.
بریم بیاریم همینجوری ایستاده. یک دو سه بریم بیاریم. ببین آقا شکر خدا چه خبر اینجا؟ اینجا مراسمی میخواد بشه برای تعویض گل فوق زری مطهر. آقایون آماده هستن انشالله بعد از که صفه تموم شد ریاست محترم کشید تشریف میارن، بعد با یک عده آقایون مخصوص میرن بالا سر مبارک برای تعویض گل. خیلی خوب، این هر روز اتفاق میفته؟ این روز در میون و به اضافه جمعه. آها، روز فرد و جمعه. نداری یه لحظه صورت شما رو ببینیم تا کسی نیده؟ آها، بله، چه لبخند خوبی هم داریم. رفقا هستن؟ کلا خودم کیک چهارم. الان شما همه رو میشناسید؟ سابقه دارم هستم، ما 70 سال که سن بالا 70 داریم. الان آقای که دارن میان آقای دکتر رکنی هستن که ایشون پیش از 90 سال سنشونه. آها، آقای دکتر یه لحظه تشریف بیارید. از آقای دکتر تشریف میارن. استاد تاریخ هستن. آها خب، اکثرا با سابقه هستن، تازه جوانش ما هستیم. الان یه بار نشونشون بده همجور. آج آقای منصوری که مسئول دفتر هستن، آج آقا زیایی هستن، کاربر ما هستن، آج آقا میرنجاد هستن، آج آقا زمانی شاعر از تبریز مشرف میشن، آج آقا کیوان هستن که سابقه طولانی بیشتر از ما دارن خدمت، آج آقای زیالق هستن که نایب پدرشون مشرف میشن، آقا کارگر هستن، آقای کیوان پسر یا آقای کیوان هستن، آج آقای ویسگر زاده هستن، حاج آقا تقیفور روشندل هستن، حاج آقا هاشمیان هستن، حاج آقا مظلوم هستن، حاج آقا توکلیان که کشیگیر معروف هستن، حاج آقا خراسانی که معاون کشیک هستن، نشستن که دیگه حالا شما مشرف هستن، حاج آقا کسایی هستن، اگه دوربین تو میبشه بقیر همه حاج آقا همه حاج آقا هستن، الحمدلله. حاج آقای بیناواجی هم که رئیس خردام هستن. شما خودتون رو حاج آقا صدا می‌کنید؟ یعنی همدیگر رو حاج آقا صدا می‌کنید؟ ما کلاً حاج آقا صدا می‌کنیم. ظاهراً میگم ما در خدمتتون هستیم، التماس دعا. چجوری؟ اصطلاحات اینجا خاص خودشه داره. آره، اصطلاحات ما بگید. زوار که سلام می‌کنیم، ما میگیم التماس دعا. بله. مشرف، خیلی خوش آمدید. دیگه اصطلاحات خارج از اماکن جای دیگه به کار برده نمی‌شه. چیا رو مثلا ایزه دارین استفاده کنین؟ چیا رو معمولا میگید؟ اصطلاحات ما بیشتر همین التماس دعا به ظاهر زیاد میگیم، چون واقعا ما خودمون نیاز داریم ظاهر برای ما دعا کنیم. اون ظاهر که از 2000 کیلومتر 3000 کیلومتر با سختی میاد، اون باز به ما التماس دعا میگه، در جایی که ما بهشون التماس میاد. آره دیگه، آخه همه حسودی میکنن، نشونه ما رو میبوسه، در جایی که شاید ما لیاقت این نشون نداشته باشیم. این لباسی که اهمیت داره به خاطر مسجد مبارک
امام رضا است. بعد چی میگین معمولا به زهرا؟ میگیم التماس دعا برای ما خیلی دعا کنید. شما برای ما دعا میکنید؟ ما برای همه تون دعا میکنیم. تلفن میزنم بلافاصله زنگ میزنن که دعا کنیم. میریم پیش رو حضرت از یک سفارشی داریم. التماس دعا گفته. اگه با اسم بود با اسم، بدون اسم میگیم التماس دعا داشت. برای بچه خودتون دختر پسر. آقابت بخیر. آقابت بخیری. همین. ماشینی خونه ای؟ چون نه فقط چون خیلی ها بودم همه چی داشتم ولی آقابت بخیر نشده. منتظر و بیقرار که گلا رو عوض کنه. اینا دیگه یه تعداد مخصوص میرن تعویض گل، یکی دارن میرن سر پستاشون. بله خدا خیرتون بده. آقا مبارکه باشه. قبول باشه همه. اتماس دایم برای من زیاد دعا کنید. خواهش میکنم. آقا شما دعا کنید. لطف کردید. برسیم بکنید. خلوتگه امن شکفتن غنچه ی گریه ها. ای آینه رو دیدار شما، آغشته ی لطف و عطا. سلام. 8 سال گذشت. 8 سال از اولین روزی که من جلوی دوربین خندوانه واستادم و به شما سلام کردم گذشت. با کلی فراز و نشیب، با کلی شادی، با کلی غم، با همه بالا پاییناش گذشت. و چون کنار هم بودیم قطعا و حتما خیلی خوش گذشت. میدونین دیگه من نبودم، دیگه من و شما و خندوانه شدیم ما. واسه همین همیشه بلند و از ته دل گفتم ما خیلی باحالیم. ما یعنی خندوانه و شما روز به روز بزرگتر شدیم، روز به روز صمیمی‌تر شدیم، پشت هم وایسادیم، دست و دست هم دادیم، درد و دل کردیم، کارهای بزرگی رو با هم انجام دادیم، تمرین قوی بودن کردیم، به هم امید دادیم و تونستیم حال روزمون رو با همه گرفتاریامون حداقل تو چند ساعت عالی کنیم. واسه همین هر بار بلند پرسیدم حالتون چطوره و همه با هم گفتیم عالی. تو این 8 سال افتخار کردم به داشتنتون، به رفاقتتون، به تشویقاتون، به دلگرمیاتون و خوشحالم برای داشتن این خانواده بزرگ و دوست داشتنی. برای همین به احترام شما میستم و از ته دل میگم مردم عزیز ایران، خدا شما رو حفظ کنه. شهبازی میره جلو بازمونه خندوانه، اون چیه
همه رو میخندونه خندوانه میبره از هوش خندت کوش خندوانه هر جا هستیم شبکه نسیم کوش خندوانه چیا که میره جلو بازمونه خندوانه اون چیه که همه رو میخندونه